از جاهایی که میبینی جمعیت حسین حسین میر حسین این بازی های رژیم رو میکنه خودتون رو داخل نکنید. اینها ترفندهای رژیم اسلامیه با حسین میر حسین تمام این حسین حسینا حسن حسینا اینا 1400 سال پوست ما رو کندن، خصوصا این شال سیدیه این حرومزاده که 8 سال در دوران نخست وزیریش بیش از 150-200 هزار جوون ما رو کشته با. حضور جوانمردان و شیرزنان ایران، حضور گسترده ملت مهر ابطال بر عمر حکومتی خواهد بود که طی 31 سال گذشته و خصوصا 8 ماه گذشته هیچ چیزی جز جنایت، خیانت، آدمکشی، دزدی، تاراج اموال ملی و آدمکشی و نوکری بیگانه و ضدیت با فرهنگ و هویت این مرز و بوم کار دیگری از او ساخته نیست. هموطن، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. بذارتون عرض کنم که پشتیبانی از سنگر ملی مردمی آریامهر، پشتیبانی از صدای حق طلبانه ملت ایران، پشتیبانی از تریبون رادیو صدای آریامهر، پشتیبانی از صدای درگلو خفه شده ملتی است که میخواد این صدا به گوش جهانیان رسیده بشه، پشتیبانی مالی و معنوی از سنگر ملی مردمی، رسانه رادیو تلویزیونی بی همتای آریامهر، پشتیبانی از غرش شیران و سربازان راه وطن در راه آزادی است. از پشتیبانی این سنگر اگر دریغ کنید سزاوار رژیم اسلامی هستید. رژیم ولایت مطلقه فقیه، رژیم دزدان، رژیم جانیان، رژیم خونریزان و خونخاران، رژیم دزدان قافله علی بابا و 40 دزد بغداد، این زن آزاده های تاریخ ایران زمین در آستانه سالگرد جشن پیروزی خون و مرگ و جنون، فساد و فساد و فحشا و رشوه خواری و دزدی های میلیاردی و به تاراج دادن ثروت های ملی ما، گرسنه نگه داشتن ملت ما، ملتی رو وادار به کلیه فروشی برای رزق روزی کردن، ملتی رو به اعتیاد و فحشا در سطح گسترده کردن، میلیارد ها میلیارد دزدیدن، با تمام قدرت و در ابعادی بسیار گسترده رژیم این روزها مشغول نوعی قدرت نمایی زودرس و زهر چشمگیری و رخصتگیری است. به اهورامزدای ایران، فیروز آبادی، پاتیل بی پدر و مادری که اگر یه موقع یه سوزنی تو یه جاد بره مثل فاضلابون خطر اون قسمت رو تو تهران بو گند سگ برمیداره و تمام شما حلبی رو دوشاتون، شما نمیدونید چه آشی این ملت براتون پخته. برید نسخگیری میکنید و زودرس شروع کردید به به اصطلاح زهر چشم گرفتن. حالا بهتون میگم گوش کنید، مثل سگ همه تو جلو تلویزیون نشستی دارین نگاه میکنید، یک دونه این برنامه رو بیشتر میکنید به امید روزی که خود من شخصا با تک تک شماها مصاحبه کنم. معنیشو میفهمید که امروز به مردم بپیوندید، امروز با شما باید با روحیه مردانه و شیر صفتانه صحبت کرد، نه روحیه ترسناک ترسیده با این آدم های ترسویی که از زیر لحاف بیرون بیان و یه چند کلامه صحبت کنن برن دوباره چهار پنج ماه بعد برگردن. شما دشمنان ما این و ما با شما در جنگی و نابودتون خواهیم کرد. شما با تمام قدرتتون و در ابعادی بسیار گسترده مشغول نوعی قدرت نمایی زودرس یا زهر چشم گرفتن هستید.
تمام اعمال و رفتار و کردارتون زیر نظر ثانیه به ثانیه کارهاتون در تمام اداراتتون، در تمام مراکز نظامیتون، امنیتیتون کار انجام میشه، به برون به اونهایی که باید برسه رسیده میشه. یکی از هشدارهایی که به شما هموطنانم میدم، در روز 22 بهمن یکی از اولین عملیاتی که باید بچه‌هایی که من با اونا صحبت میکنم و میدانند من چه میگویم، به دست آوردن بیسیم‌های مختلفی است که در دست رده‌های مختلف نظامی در خیابان هاست. تا تهش رو بخونید، به صورت ایمیل و به صورت‌های مختلف برای شما برنامه‌ها رو فرستادیم، اما به دست آوردن بیسیم‌های مختلف هر رده، هر رسته و هر گروهی، خصوصا بیسیم‌هایی که با مراکز اطلاعاتی و امنیتی و یا فرماندهی سپاه و بسیج اینها در تماس هستند، تا بعد به شماها در به گونه دیگر، نه جلوی دوربین، بعضی وقت رو از دهن همه چیزهایی در میره، نباید بگم. شرایط شهر به طوری است که رژیم با استقرار انواع و اقسام خودروهای نظامی و انتظامی که بسیاری از آنها در روز 22 بهمن به آتش کشیده خواهند شد، اگر شما 5000 تا نیروهای خودروهای نظامی اینا رو آتش بزنین، تمامش رو هم بذارین، 5 میلیون دلار نمیشه، 50 میلیارد دلار فقط خاتمی خامنه‌ای یک دست حرامزاده پول از کشور ما دزدیده. اون چیزی که روه نزدیک به 750 میلیارد دلار رفسنجانی، 70-80 میلیارد دلار تبسی و تمام این حرامزاده ها هر کدوم چند میلیارد دلار پول ملت ایران رو دزدیدن. اگر 1 میلیارد، 2 میلیارد، 5 میلیارد دلار هم ضرر بخوره به کشور، ولی رهایی رو در مغان میاره، باید پاش رفت و هزینه‌اش رو پرداخت. روی سخنم با تو توده‌ای کثافت، با تو اکثریتی خائن و تمام شماهایی که زیر ساختهای مملکت نباید دست بخوره، منافع ملیمون نباید دمج بخوره، خب خود بگیرید. این خودروها با پول خون مردم ایران بره میاد مردم ما رو زیر بگیره، بعد آتشش کشید. با استقرار انواع و اقسام خودروهای نظامی و انتظامی همراه با نیروهایی که ملبس به لباسهای گوناگون و ادباتی که در فیلمهای گلادیاتوری دیده میشه، با علم به این که تهدیداتشون مؤثر نخواهد افتاد و مردم بدون هراس از تمامی تهدیدات در روز 22 بهمن هجومی غیر قابل تصور این حرامزاده ها به آنها آورد، اصلا آلات و ابزاری تن این بوزینه ها کردن که اگه اینا رو در بیارین یه استاد چاسن که مثلا 50 کیلویی از توش در بیارن. مکنه یه موقعی اینا رو اسیر بگیرین، چهار تا از این فاطمه اره ها به پرنجلوشون زد بلش کنید، گداده بزن بدنش حرومزاده، پتیاره پشمالو رو کنار از خود همین حرومزاده هاست، یه دونه سبزم به خودش بسته، یعنی ما همه با هم هستیم. نترسین، ما همه با هم هستیم. اونجایی با شما هستن که اسیرشون رو گرفتین ردش کن بره. دیدین چگونه خودروهاشون از روی مردم رد شدن، کشتن، چه کردن. برای آرش و همرزمش که به دار کشیدن، 200 نفر در روز 22 بهمن باید این حرومزاده ها به قول خودشون نام شهید رو خیلی دوست دارن باید بدن. حالا وای به حالتون اگه اون 9 نفر رو اعدام کنید. جنتی تو که نداری چیزی، ولی از همون چیزی که نداری تو خونت آویزونت خواهند کرد در همین چند هفته و 2-3 ماه آینده. تو احمد خاتمی پتیاره حرومزاده و همه تون، من با همه شماها تو جنگ، چون یک دونه یک دلاری کثیف از این گلوی من پایین نرفته. برای خمینی پفیوزتونم جشن نمیگیرم، یه سری رو جمع بکنم،
سر میز بهشون شام بدم و همش از قیمه صحبت کنم. مردی که پفیوز انگار تو عمرش قیمه نخورده، قیمه رو هم خیلی دوست داره چون از بچگی باباش میبردتش سر مسائل عزا و نمیدونم حسن حسین و اینجوری که قیمه میدن، عشق قیمه کشتتش، قیافه شکل قیمه شده.